بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. قال الله العظيم في محكم كتابه، بسم الله الرحمن الرحيم: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. امیدواریم پروردگار منان نور ایمانش را در قلب‌های ما قرار داده و اسلام را به صورت کامل بر اعضا و جوارح ما تقسیم کند، و که حقانیت آن را حقیقتاً بشناسیم و به آن عمل کنیم، قرار دهد در ما منت گذارد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. سعادتی است که نصیب این بنده حقیر شده که بیایم و انشاءالله در خدمت شما عزیزان خواهران و برادران چند شبی باشیم، و امیدواریم بتوانیم حتی ذره ای از حقانیت سالار شهیدان حسین ابن علی علیهم الصلاة و السلام را بر مسند بنشانیم، و برادر عزیزمون حاجی رحمانی به هر حال لطف کردن یک سری مسائل رو بیان کردن، و الا ما اقل طلاب و هنوز مرحله شاگردی و طلبگی رو ما به اتمام نرسوندیم، به زور خودمون رو به این لباس وصل کردیم. ولی خواهش ما همیشه از خدا این بوده که خدایا بر این زبان هر کلمه عبارات کلماتی رو جاری کن که رضای تو در اون باشد و رضای اهل بیت. و باز هم خواهش کردیم که خدایا اثری در این کلام به برکت حسین قرار بده، که اول در وجود خود و بعد در وجود دیگران نمایانگر شود. عزیزان، برادران، خواهران، یکی از مسائل مهمی که در زندگی انسان باید به اون دقت کنه و اون را همیشه خط مشی زندگی خودش قرار بده، که اگر غیر از این باشد سعادتمندی را در دنیا نمی‌بیند، هدف والایی برای او نمایان نخواهد شد، و خلاصه اون بهره ای را که باید از زندگی بردارد بر نمی‌دارد، این است که در هر زمینه و در هر کاری اگر کامل به اون زمینه و به اون کار نگاه نکند، سرابی بیش را طی نکرده و به سرمنزل مقصود نخواهد رسید، و به قول عامی ها یا زنگی زنگ یا رومی روم. در کار اگر انسان چنین باشد موفق نخواهد شد، در علم چنین باشد موفق نخواهد شد، در هر زمینه‌ای که شما فکر کنید
و باز نهایتاً می آییم اساسی ترین مسئله زندگی انسان دین است، که اگر دین را انسان کامل به اون پایبند نشود و اون را به صورت کامل در زندگی خود پیاده نکند، سعادتمندی را نخواهد دید و حلاوت ایمان را در قلب خود نخواهد چشید. آیه ای را که خدمتتون قرائت کردم، منظور پروردگار در این آیه این است که خطاب به بندگان می کند و قرآن ما می دانیم سخنش، کلامش ادامه دارد تا زمانی که بشریت بر روی این کره خاکی هست و این کره خاکی در حال حرکت است، کلامش نافذ است و حق است و ادامه دارد. یعنی خطاب امروز به ماست که افتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض، آیا به بعضی از آیات من ایمان می آورید و بعضی از آیات رو ترک می کنید؟ بعد جزای این کار رو خیلی راحت بیان می کنه پروردگار. و ما جزاء من یفعل ذلك منکم الا خزی فی الحیات الدنیا. میگه هر کس یک چنین سیرتی را بگیرد، یک چنین اصولی را در زندگی خود پیاده کند، مقداری از دین را به هوای نفس خود بگیرد و مقداری را رها کند، میگوید خزی به معنای سرفکندگی، به معنای پستی، به معنای فرو رفتن و از بالا و معنویت دور شدن، میگه جزای دنیاش اینه یک چنین انسان. فما جزاء من یفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا و یوم القیامت یردون الى اشد العذاب. جزای قیامت را میگه شدیدترین عقاب و شدیدترین حساب را من برای یک چنین بنده ای قائل هستم. عزیزان، در زمانی زندگی میکنیم که مردم دنیا وضعیت بسیار نابهنجاری رو پیدا کردن. داد و فریاد از هر انسانی رو که میبینید روی این کره خاکی زندگی میکنه بلنده و همه فریاد میزنن، کمک میخوان، استغاثه میکنن، ولی کسی به اونها جواب نمیده. این یک واقعیت امروزی کره خاکی ماست. نقطه‌ای بر روی این کره خاکی وجود نداره که درش نابهنجاری نباشه. تمامش غم شده و غصه و ظلم و ستم و بیداد و مردم فریاد میزنن. بگذارید این حدیث زیبا و شریف رو از زبان گوهربار پیغمبر برای من و شما نقل شده بیان کنم. حضرت می‌فرمایند انی اخاف علی امتی فی آخر الزمان. میگه من می‌ترسم بر امتم در آخر الزمان که از دین دور میشن، از آسمان و آیین آسمان دور میشن، قرآن رو در تاخچه‌های منزلشون قرار میدن، خروارها خاک روی اون قرار میگیره، تنها زمانی از اون استفاده میکنن که انسانی از بینشون برود و رخت بربندد و ندای حق لا لبیک گوید، یا زمانی که گرفتار میشن و مصیبت بر آنها وارد میشه، گوشه ای از قرآن رو باز میکنن و این نیت که خدایا گرفتار شدم، به حق این آیت گرفتاری منو تمام کن و منو نجات بده. فرزندان اونها باز در یک روایت دیگر میگوید انی اخاف علی ابناء امتی فی آخر الزمان. من میترسم بر فرزندان امتم در آخر الزمان. قیل یا رسول الله
من آبائهم المشرکین، از پدران مشرک اونها میترسیم. میگه نه، بل من آبائهم المؤمنین، از پدرانی که ایمان دارن، از پدرانی که لا اله الا الله محمد رسول الله میگن. فکیف یا رسول الله، چجور میشه یا رسول الله که شما چنین ترسی رو نسبت به اونها داری؟ میگه لا یعلمونهم احکام الشریعه. میگه آقا احکام شریعت اسلام رو پدر و مادرها به اونها یاد نمیدن. و اذا ارادو ان یتعلمو منعوهم. میگه حتی اگر خواستن اینها یاد بگیرن، پدر و مادر اونها رو منع میکنه. من و شما در این دیار، در این غرب، نه، بذار پارو فراتر بگذارم، بلکه در همون دیار اسلامی خودمون نگاه میکنیم، میبینیم بچه اگر ایستاده نماز میخوانه، یه چند تا مهمون خارجی تو خونش داره، یه چند تا مهمونی داره که از دین و آیین و پیغمبر بویی نبردن، از اونها خجالت میکشه، به بچه میگه برای چه جلو اینها نماز داری میخونی؟ برای چه جلو اینها اسم خدا رو میاری؟ بذار پا رو فراتر بگذارم. لا حیاء فی الدین. این منصه و این منبر هم عزیزان جای امر به معروف و نهی از منکر. حالا به حدیث اول پیغمبر میرسیم که چرا میترسه بر مردم در آخر الزمان. این کرسی و این منبر جای تذکر قرآن هم میگه فذکر فان الذکرا تنفع المؤمنین. میگه نفعش به مؤمنا میرسه، باید تذکر بدی. منم اینجا در واقع اول به خودم تذکر میدم. شما عزیزان انشاءالله الحمدلله پایبند و پایدار به این مسائل هستید و خواهید بود انشاءالله. پا رو فراتر میگذارم. افرادی رو بنده مشاهده کردم که اگر خانومش، دخترش میخواد با حجاب بشه، حجاب بپوشه، این آقا مسکه ننگش هست که این زن با حجاب بشه. میگه من خجالت میکشم با توی با حجاب قدم بیرون بگذارم و به مجالس و جایی برم. اینها رو پیغمبر خبر داده به ما. میگه حتی اگر این بچه ها بخوان یاد بگیرن، اونها را منع میکنه. باور کنید در همین کانادا بانوانی بودن به من زنگ زدن که حاج آقا ما چه کار کنیم؟ شوهر ما در جلسه های قضایی، جلسه هایی که درش ساز و آواز و عرضم حضورتون فسق و فجور هست، ما رو به زور میبره، ما با این حجاب میریم. شوهر بی غیرت در میاد به من میگه که تو مانند بقیه نیستی و مینشینی، باید بلند شی مانند بقیه، هر کاری میکنن تو هم با این موزیک باید انجام بدی. میگه تکلیف من با این شوهر که 3-4 فرزندم از این شوهر دارم چیه؟ میگم شریعت اسلام جواب تو رو داده. اگر جایی دیدی نه فقط شوهر، پدر و مادرت هم مانع اجرای احکام پروردگار شدند، اونها رو باید ترک کن. میخوام اینا رو برات بیان میکنم که ببینی قانون اسلام مانند یک زنجیر به یک دیگر پیوسته است. یک زنجیر، یک حلقه از این زنجیر رو ما اگر برداریم، کل زنجیر پاره شده و هوا ان منصورا، یک بیراه، راه بیراهه ای را من و شما طی خواهیم کرد. بعد میگه چجور یا رسول الله شما میترسی بر امت در آخر الزمان؟ میگه لا یأمرون بالمعروف ولا ینهون عن المنکر. میگه نه امر به معروف میکنن و نهی از منکر. گفتن ایکون رو داره که رسول الله، مگه میشه که همچین چیزی فرد مسلمان امر به معروف و نهی از منکر نکنه؟
گفت بل اشد من ذالک یأمرون بالمنکر و ینهون عن المعروف. گفت بلکه بدتر از اون خواهد شد، امر به منکر میکنن، امر به زشتی میکنن، امر به سیاهی و تباهی و تاریکی میکنن و نهی از هر آنچه که زیباست که دین برای من و شما قرار داده میکنن. باز گفتن ایاکون و دارد، مگه میشه یا رسولم با یک چنین چیزی پیاده بشه؟ و بله پیاده میشه. بعد چی میگه پیغمبر؟ شما نگاه کنید این همه داد و بیداد در دنیا، این همه فریاد، این همه استغاثه، چرا یاری کننده ای نیست؟ چرا کسی نیست بیاد دست مردم رو بگیره و از این بدبختی و فلاکت و بیچارگی نجات بده؟ پیغمبر به ما گفته، گفته در یک چنین چیزی، در یک چنین شرایطی، در یک چنین موقعیتی اغلقت علیهم ابواب و سماوات و الارض، بگه تمام درهای آسمان و زمین به روی اینها بسته میشه. ینادون، یستغیثون، استغاثه میکنن، کمک میخوان، فلن تجد لهم ناصر فی الارض ولا فی السماء. بگه در آن زمان شما نیاری کننده ای برای اینها در زمین پیدا میکنید، نه در آسمان پیدا میکنه. لذا میبینید آقا در زمانی هستید که عرضم حضورتون مردم حیران سرگردان و راه را گم کرده اند. چرا؟ چون اسلام را گم کرده اند. چرا؟ چون حقیقت را گم کرده اند. چرا؟ چون نور ایمان را از دلهاشون بیرون کرده اند. آقا خدا به من جوارح رو داده، اعضا رو داده و برای هر عضو و جوارح بدن من قانون گذاشته، میگه باید پایدار به این قانون باشی، اگر نباشی جسمت را بیمار کردی. دیده به من داده، دیده قانون خودش رو داره، گوش داده، گوش قانون خودش رو داره، زبان قانون خودش رو داره. حدیث است از پیغمبر، میگه من اسم، میگه من بله، میگه النظرت و سهمون مسمومون من سهام شیطان، فمن ترکها خوفا من الله عز و جل جعل الله الایمان فی قلبه به حیث یتبلغ حلاوت الایمان. میگه آقا این دیده ای که تو میبینی این تیر شعبه شیطان، پیغمبر تمام دیده ها رو دیده، میگه تیر سه شعبه شیطانه، میگه اگر کسی پیدا بشه ترک کنه اون تیر سه شعبه را، یعنی دیده خودش رو تیر سه شعبه نکنه، ترک کنه از ترس پروردگار خداوند، ایمان را در قلبش قرار میده به طوری که حلاوت ایمان را حس میکنه، حس میکنه، درک میکنه. آقا دیده من باید دیده پاک باشه، دیده دور از هر چه زشتی باشه. در این دوره و زمانه آقا در هر مجلسی میری شرکت میکنی میبینی سخن از دید شیطانی است، سخن از مال مردمه، سخن از دارایی مردمه، سخن از ناموس مردمه. اینا این واقعیت های زمان ماست متاسفانه که ما داریم میبینیم. بعد طرف میگه آقا چرا به خدا استغاثه میکنم خدا جواب من رو نمیده، چرا التماس میکنم یک حاجت دارم خدا حاجت من رو روا نمیکنه، خدا به من خطاب میکنه میگه در مقابل من نسبت به دیده، نسبت به گوش، نسبت به زبان تو چه کردی؟ آقا یک غیبت. میگه من اغتاب مؤمنن او مؤمنتن لا یقبل الله صلاته الى اربعین یوما ولا یستجیب دعاه الى اربعین یوما. یک دونه غیبت پیغمبر به من و شما میگه، میگه یک غیبت. آقا غیبت هم این نیست، حالا ممکنه خیلی یه چیز ساده ای باشه، نه یه چیز خیلی بزرگ و مهم و عیب خیلی مهم اینو بیاییم ما بیان کنیم، نه یک چیز ساده یک انسان رو پشت سر او سخن گفتن. میگه خدا نه نماز اون بنده رو
تا 40 روز قبول نمی کند و دعای او را تا 40 روز مستجاب نمی کند. نمی. حضرت موسی علی نبی و آله و علیه السلام روزی در بازار می رفت، داخل بازار آهنگران شد. دید آهنگری آهن گداخته داخل کوره را با دست می گیرد و بر آهن جایی که باید بکوبد روی آن قرار میده، میکوبه، دوباره میذاره تو کوره، ولی دست نمیسوزه. گفت من پیغمبر اولوالعزم به یک چنین مقامی نرسیدم. این بنده چه کرده که این آهن گداخته شده را در دست میگیرد و دست او نمیسوزد؟ رفت سراغش، گفت چه کردی تو؟ نگفت، اصرار کرد تا آخر. گفت من نبی الله موسی، به من بگو، میخوام بدونم چه کردی. گفت روزی بانوی آمد به در مغازه من، گفت 4 تا بچه یتیم دارم، از من تقاضای کمک کرد. من نظر بدی به او پیدا کردم، گفتم یا با من به منزل میآیی و یا هیچ گونه پولی به تو نمیدهم. زن رفت، روز بعد آمد، باز همون کلام را تکرار کردم تا روز سوم آمد، قبول کرد. گفت منو جایی ببر که کسی ما را نبیند. گفت او را به خانه بردم، درها را بستم. آخر کار دیدم به من خطاب کرد، گفت شرط من این بود که تو منو به جایی ببری که کسی ما را نبیند. گفت در خانه هم درها بسته، کسی نیست. گفت آیا تو منکر وجود خدایی که خالق ما، ناظر ما و عمل ماست؟ گفت سخن این زن آتش ایمانی در درون من ایجاد کرد و فهمیدم که اشتباه کردم، به درگاه خدا استغفار کردم و دست کشیدم از این گناه. از اون روز به بعد آمدم دیدم به آهن گداخته دست میزنم، دستم نمیسوزه. این عزیزان، حتی این گوش الان نگاه میکنی میبینی آقا در کوچه و خیابون و بازار و عرضم حضورتون این قله های فساد رو بر روی این گوش ها گذاشتن، گاهی وقت هم یک قرکیگریایی هم از خودشون سر میزنه، تمام موزیک طوری شده که روان و اعصاب جوانها رو خراب کرده. جالب اینجاست این بچه وقتی به یه سنی میرسه، این پدر و مادر به جایی که او رو هدایتش کنن، به راه بیارنش، آنی میرن یه همچین دستگاهی رو براش میخرن و او رو آماده میکنن راهی که جز سراب نیست در اون راه قدم بگذاره. قدم بگذاره در صورتی که آقا حضرت باقر علیه افضل السلام میفرماید، میگوید من اصغا الى ناطق فقد عبده. میگه هر کس به سخن گوینده ای گوش بده، مانند این میمانه که داره او رو عبادت میکنه. این حدیث از حضرت باقره که از پیغمبر علیه السلام زبان به زبان رسیده تا حضرت برای من و شما نقلش کرده. میگه هر کس به گوینده ای گوش فرا دهد، مانند این میماند که او را داره عبادت میکند. بعد حضرت میفرماید فانکان ناطق و ینطق عن الله فقد عبد الله و انکان ناطق و ینطق عن الشیطان فقد عبد الشیطان. میگه اگر گوینده سخن آسمانی، سخن خدایی است، مانند این میمانه که داره خدا را عبادت میکند. ولی اگر سخن شیطانی باشد و لحن باشد و لعب باشد و موزیک باشد و آنچه که شبیه اون است، داره شیطان را عبادت میکنه. لذا عزیزان، یا زنگی زنگ یا رومی روم، شوخی نداره قرآن. پیغمبر ما با ما شوخی نداره، قانون آورده گذاشته. میگه آقا یا مسلمون واقعی بشو، پایبند به دین و آیین و مذهبت بشو، یا اصلا رها کن.
نمیشه که آقا من نماز رو بخوانم روزه رو نگیرم، روزه رو بگیرم حج رو نرم، حج رو برم خمس رو ندم، یا نماز رو بخوانم روزه رو بگیرم خمس رو بدم حج رو بدم هر چه واجب کرده خدا انجام بدم ولی غیبت کنم، چشمم خدایی نکرده به مال مردم و ناموس مردم باشه، گوشم خدایی نکرده شنوای سخنان بیهوده و غلط باشه، که چقدر سخن بیهوده و غلط در این زمان ماست، چقدر آمدن آیین پیغمبر رو دارن تغییر میدن، چقدر آمدن قرآن رو جور دیگری دارن برای ما بیان میکنن، همان گونه که در صدر اسلام بود، همان گونه که آمدن طواف نسا رو برداشتند و چیزهای دیگر رو برداشتن، باز مثل این که تاریخ داره تکرار میشه، ولی درد ما اینجاست که این زمان تاریخ داره به دست یک سری از شیعیان باز قلم میزنه و رقم میزنه. اشکال از مجلس حسین میگیره، اشکال از سینه زنی میگیره، اشکال از گریه بر اهل بیت میگیره، در صورتی که آقا ما 12 امام داریم، همشون نام حسین که میمد عشق از دیدگانشون جاری میشد. آقا امام زمان میگه لعبکیانک صباحا و مسا، میگه جد بزرگوار من شب و روز برای تو گریه ولا ابكين عليك بدل الدموع الدما، میگه به جای این اشک چشم برای تو خون گریه میکنم. نزد مراجع خیلی آمدن که بیایید به هر حال یه برنامه بشینید، آخه نمیشه زنجیر زنی سینه زنی فلان، شما یک مرجع تقلید رو در طول تاریخ تشریعی برای من بیارید که آمده در رابطه با عزای امام حسین فتوایی داده باشه. نداره. حتی مرحوم امام رضوان الله آمدن عرضم حضورتون، گفتن که آفران، گفتن این شرایط، نگفت حرامه، حرام نکرد، ولی ما دخالت تو بسئله و دستگاه امام حسین نمی کن. سخن رو به اهل بیت کشوندن که در یک چنین شبی گرد هم جمع شدیم و نام آقای امام حسین و اهل بیت داریم زنده میکنیم، بذار یه بشارت هم بدم، بازم از لبان گوهربار پیغمبرمون برای من و تو نقل شده، به علی خطاب میکنه، میگه یا علی ما من جمع من مجلس فیه جمع من محبینا، میگه علی جان مجلسی نیست که جمعی از محبان ما در او باشن. بعد به علی میگه، میگه و ذکر و فضیل من فضائلک، یک فضیلت از فضائل تو رو در اون جمع بیان کرد، الا و نزلت علیهم الملائکه، این احادیثی که من دارم براتون میخونم متفق علی بین سنت و شیعه، متفق، هم سنی روایتش کرده هم شیعه روایتش کرده، هر دو روایتش کردن، میگه الا و ازدحمت علیهم الملائکه و استغفرت لهم الا ان یتفرقوا، میگه همه که مجلس شروع شد ذکر رو بیان کردن، ملائکه از آسمان بر اونها نازل میشن و شروع میکنن برای اون جمع استغفار کردن تا زمانی که متفرق میشن و از مجلس بیرون برن. این رو آوردم که خطاب کنم بگم آقا جان یا رسول الله شما درست میگید، ما از خیلی چیزا غافلیم، از خیلی مسائل دونیم، ولی باز دلمون رو خوش کردیم به کلامتون، بیانت درباره اهل بیت، چند به دامان اهل بیت زدیم و آرزومون اینه که در آن لحظه های سخت، در آن لحظه های دشوار،
در اون لحظه هایی که نیاز به کمک داریم اونها به داد ما برسن. خود آقا امیرالمومنین علی بن ابی طالب میگه، میگه یا حارت هم دار من یا موت یا علی. ای حارت هم دار، هر کس بمیره اونی که دوست داره منه، اونی که عاشق منه، من دم مردن میرم سراغش، منو میبینه. یا آقا علی بن مسلمه من زارنی فی غربتی زرته فی عدت مواطن، هر کس در غربت منو زیارت کنه در چند جا من بازدیدشو پس میدم. یکی دم رفتنه که میخواد روح از بدن من تو خارج بشه. خود امام گفته، امام معصوم این سخن رو گفته. این مجالس رو کم نگیرید. من بارها گفتم تا دعوت نشی به این گونه مجالس نمیتونی حاضر بشی. دعوت میخواد، لیاقت میخواد، سعادت میخواد. قدر خودتو بدون که اون توفیق و اون سعادت رو داشتی که دعوت شدی آمدی به این گونه مجالس. و الا هر کسی به این مجالس نمیتونه بیاد، اجازه نداره بیاد، اجازه نداره بیاد. عزیزان، به نام آقا امام حسین، به نام اهل بیت علیهم افضل الصلاة والسلام، بیاید امشب با سالار شهیدان عهد ببندیم که از امشب به بعد اسلام رو کامل در وجودمون قرار بدیم. آنچه که خدا از ما خواسته کامل به اون عمل کنیم و پایبند و پایدار مسائل و احکام شرعمون باشه. و اگر حالا انسان سهواً هم خطایی ازش سر زد، خداوند ارحم الراحمین، میگه من میبخشم، من میگذرم، چون عمد نبوده. که امیدواریم انشاءالله آقا ابی عبدالله دستمون رو بگیره و عرضم حضورتون اون امام بزرگوار برای من و شما دعا کنه. خوشا به حال اون انسانی که اهل بیت برای او دعا کنه. آقا حضرت صادق برای شما دعا میکنه. خودش گفته از زوار امام حسین گرفته تا کسی که یک قطره عشق برای جدش حسین بریزه، میگه من برای اونها دعا میکنم، دعاش هم هست که خدای اونها رو حفظ کن، خدای زن بچه اونها رو حفظ کن، خدای اگر در سفر هستن خودت محافظ اونها باش، اگر به زیارت جدم حسین رفتن خودت مواظب اونها باش، خودت اونها رو حفظ کن، زن و بچه هاشون رو حفظ کن. ببینید حضرت صادق چه دعاهایی برای زوار امام حسین و خانواده زوار امام حسین میکنه. عجیبه، عجیبه. جریان رو بذار برد بگرد ببرمت کربلا. آماده ای با هم بگیم هرچند مجالسی که برای سالار شهیدان حسین فاطمه برگزار میشه، ای بانوان محترم، خواهرای عزیز، خواهرای مؤمنه، شما میدونید فاطمه زهرا گفته من خودم میام در مجلس شرکت میکنم، جایی که اعضای بچه‌ام برگزار میشه میام شرکت میکنم. کجا میاد؟ آقا حضرت صادق روزی مجلسی اعضای جدش رو در منزلش برپا کرده بود، وسط مجلس دیدن حضرت بلند شد رفت دم در نشست، دم در اینکه کفشاز مردم دارن میان دم در میشست. بعد از حضرت سوال کردم که یا رسول الله چی شد وسط مصیبت یه مرتبه رفتی دم در؟ گفت برای اینکه دیدم مادرم فاطمه آمد نشست دم در، منم به احترام مادرم رفتم دم در نشستم. مجلس محترمه، محترمه. قدر این مجالس رو بدونی. مثل منظور مرحوم حیدری تهران، خدا رحمتش کنه، جد خانواده ما، ایشون هر سال محرم یه ده مجلس میگیره پنزلش. یه روز دیدم دو تا جوان از این جوانهایی که خیلی خلاصه موها رو شکلهای عجیب و غریبی کردن، پیرن سرخ پوشیدن، محرم همه مشکی میپوشیدن، اومدن تو مجلس نشستن، مردم گریه میکردن، اینا میخندیدن، مسخره میکردن. و من به حرمت این مجلس که اینا میمانن چیزی به اینا نگفتم. تا اینا پوشدن از مجلس رفتن بیرون. یه بعدی که رفتن بیرون گفتم عجب آدم هایی توی این دور زمانه پیدا میشه که دیگه با مجلس اعضای امام حسین هم شوخی میکنن و مسخره بازی در میرون.
دیگه فردا ساعت 10 صبح که در خانه باز شد، باز مدرسه برگزار شد، دیدم این دو تا جوان آمدن ولی گریه کنان مشکی پوشیدن. به تعجب کردم، آمدم گرفتم شد کنار، گفتم نه به دیروزتون نه به امروزتون. آقا ما دیشب که رفتیم خونه یه غلطی ما اینجا کردیم، ولی دیشب که رفتیم خونه هر دوی ما یه خواب دیدیم، دیدیم ما رو بردن حرم امام حسین. امام حسین رو منبره ابوالفضل طرف راستش، علی اکبر طرف چپش، داره میگه نام همه عزادارا رو نوشتید یا ننوشتید؟ من بله نوشتیم. باز حضرت تأکید میکنه همه رو نوشتید؟ میگه بله همه رو نوشتیم. میگه نام این دوتا جوان رو هم نوشتید یا نه؟ میگه دیدم. علی اکبر برگشت به بابا و بابا اینا دیروز که دیدی تو مجلس مسخره میکردن مجلس رو. گفت نه، ولی وقتی خواستن برن بیرون یه استکان چایی سر راه مردم بود، این استکان چایی رو از سر راه برداشتن گذاشتن روی تاخچه که پای مردم به این استکان نخوره. چون این کار رو کردن نام امام باید جزء عزادارا نوشته بشه. و حالا شما خودتو حساب کن که آمدی در این دیار، در این غربت به مجلس آقای امام حسین آمدی، مگه میشه آقا نظر نکنه یا بی بی فاطمه زهرا نظر نکنه؟ این ابیات رو میخونم، بریم با هم کربلا دلهامون رو روانه قبر و بارگاه سالار شهیدان میکنیم. لعل لب آن کس که سنا خانه حسین است تا هش نبیند غم و خندان حسین است، بله که شود چشمه فیض ابدیت، چشمی که به یک مرحله گریان حسین است. در حشر که هر کس گناهی فتد از پایان، دست همگی جانب دامان حسین است. حسین جان به مادر زهرا قسم، من از کودکی عاشقت بودم، قبولم نمای آیا گرچه آلوده ام، به کوی وفا آشیانم بده آقا جون، سگ خانه ایت استخانم بده از درمان یه بار دیگه گونه ها
گوشت را میخواهم. الحمدلله دلها شکسته شد، خدا هم میگه انا عند المنکسرات قلوبهم و المندرست قبورهم. اللهم محمل نگهدار
میگه ولما رجع لسان حسین و عیاله من الشام و بلغه الى العراق قالوا للدلیل مر بنا على طریق کربلا. وقتی که زمان و خاندان آقا با عبدالله در راه بازگشت از شام به عراق رسیدند، به دلیل و راهنمای راه گفتند ما را از راه کربلا ببر. محمل مران شهر دل اینجاست، این کاروان خست دل را منزل اینجاست، اینجا بهار بی خزان من خزان شد. از تازیان
خانه یبن زهرا یبن زهرا السلام یبن زهرا یبن زهرا السلام پرچم پیروزی آوردم ز شام پرچم پیروزی آوردم ز شام یبن زهرا یبن زهرا السلام یبن زهرا یبن زهرا السلام پرچم پیروزی آوردم ز شام مظهر صبر تو هم ظاهر قبر تو مظهر صبر تو هم ظاهر قبر تو هم با حسین 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 یبن زهرا زهرا السلام یبن زهرا یبن زهرا السلام پرچم پیروزی آوردم ز شام پرچم پیروزی آوردم ز شام مظهر صبر تو هم ظاهر مظهر صبر تو هم ظاهر قبر تو هم و حسین با قیام خود قیامت کردم با قیام خود قیامت کردم مثل مادر استقامت کردم مثل مادر استقامت کردم گفته هایم آتشی گفته هایم آتشین خطبه هایم دلنشین خطبه هایم دلنشین و حسین و حسین و حسین و حسین و حسین و حسین ننگ دشمن برملا کردم حسین ننگ دشمن برملا کردم حسین شام را کرب و بلا کردم حسین شام را کرب و بلا کردم حسین کردم از حق یاوری با زبان حیدری کردم از حق یاوری با زبان حیدری و حسین 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 دخت معصومت سفیر شام شد دخت معصومت سفیر شام شد آبروی مکتب اسلام شد آبروی مکتب اسلام شد دور تو پروانه شد
فلش ویران شد. وا حسین، وا حسین، وا حسین، وا حسین، وا حسین، وا حسین، وا حسین. خلعت احرام خونین جامه، خلعت جسم مجروحت زیارت نامم، جسم مجروحت زیارت نامم، در نماز شب تا یا اخا کردم دعا. زخمی کبونه بر تنه، با اسیران در تاب
Yeah.